خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از واکنش‌ها به رویدادهای ونزوئلا خواهیم گفت تا حواشی 40 سالگی انقلاب. و البته خروج ایران از مسابقات آسیایی فوتبال. سلام آقای بهنود. وسط تمام خبرهای ریز و درشت سیاسی و به قول معروف دیپلماسی و سیاست خارجی، بحث سیل لرستان و خوزستان بود که آسیب‌های زیادی به کشاورزان اون منطقه زد. همینطوره. مطابق شاید که یواش یواش حوادث داره به سمتی میره که حوادث اینطوری به خاطر اینکه پیشبینی میشه و پیشبینی‌ها اعلام میشه به اون شدتی که همیشه معمولاً این حوادث اثر می‌ذاشته. حالا امیدواریم در مورد زلزله هم اتفاق بیفته. در مورد سیل از نیم روز قبلش به هر حال خبر این حادثه بود و همجهت هم فاجعه به اون معنی خیلی بزرگ نشد. می‌خوایم شروع کنیم با روزنامه‌ها و بریم اعتماد رو ببینیم که حوادث ونزوئلا رو تیتر یک و عکس اول کرده. ببینید خود این نفس اینکه یک روزنامه میگه که ونزوئلا دو دولت و بعد هم گزارش خونسردی راجع به مثبته. چرا این میگم؟ به خاطر اینکه به حال سیاست پذیرفته شده دولت و همینطور روزنامه های دست راست و تند رو این است که از آقای مادورو حمایت کنیم. چرا؟ به دلیل اینکه امریکا بهش حمله کرده و امریکا میخواد اون رو برمندسته. بنابراین این چون در یه حالا اتحاد جهانی هم برای شکل گرفته طرفین، یعنی روسیه و ترکیه و این هم اومدن همین طرفی که ایران هست، بنابراین یه سوی قضیه است. ولی روزنامه اینطوری نیستش که فقط به اون سوی که دولت بهش توجه کرده یا حکومت به اون باشن. این بحث مطرحه. حالا بریم تو شماره بعدی، یعنی روزنامه بعدی، سازندگی با تیتر نه پوپولیسم نه امپریالیسم. بله، این مقاله عمده است که خب آقای قوچانی خب تخصصش همینه. هر از گاهی مرتبه هم یه مقاله کار شده مطالعه شده رو رو میکنه درباره این قضیه. میگه که در حقیقت نه پوپولیسم، یعنی باید همزمان با اینکه پوپولیسم رو محکوم شده بدانیم، در این حال اینم که امپریالیسم بیاد دست دراز کنه فکر کنه هر جای دنیا دعواست من برم اونجا کارایی بکنم، اینم نه. به هر حال اون یه دولتی داره که انجام شده، مردمش هم دارن یه کارایی میکنن. وقتی این مقدمه رو شروع میکنه، حالا با سابقه های تاریخیش و اینا، به نظرم مهمترین جاش اونجاست که آخر سر پیاده میشه و مثال سوریه رو پیش میکشه و میگه که در مورد سوریه درسته که غرب دخالت کرد، ولی شاید درست‌تر این بود که همزمان با اینکه کشورهای مثل ایران حمایت میکردند، اون کشور رو هم، یعنی دولت سوریه رو هم، به طرف توجه مردم میکشوندند. یعنی میذاشتن صدای اپوزیسیون بلند و بنابراین اپوزیسیون منتقد بیاد حرف خودشو بزنه. در حقیقت یک نگاه تحلیلی است که سازندگی کرده و درست تبدیلش کرده به تمام صفحه. بریم روزنامه بعدی جوان رو ببینیم که فوتبال رو، خب فوتبال مسئله جدی هفته بود به خاطر اینکه حواشی زیادی هم داشت. بله دیگه، میشد فرض کرد که هر جای دنیا اتفاق میافتاد همین بود، به خاطر اینکه اصولاً ماها هممون خودمون آماده کرده بودیم برای قهرمانی یا دست کم برای حضور در فینال. خب برای که اولش هم ایران خیلی خوب پیش رفت. بله دیگه، بعد حالا اینجا دیگه طبیعتاً باز میشه مثل همه شکستایی که میخورم، مثل شکستی که برزیل خورد و اون فاجعه براش اتفاق افتاد، مثل اعضای ملی بودش و اینا. معمولا در اینجا مواقع شروع میکنه حمله کردن، هر کسی شروع میکنه یک مقصری رو پیدا میکنه و با او تیز میشه. بعضیا میگن مثلا فرض کنید که خط حمله ما، بعضیا میگن آقای کیروش، دشمنای آقای کیروش دیگه حالا زنده شدن اومدن. چرا آقای کیروش اول هفته قهرمان ملی بود، آخر هفته مجبور شد ایران رو ترک کنه بره پرتغال؟ مخالفینش چیز کنه، البته آقای کیروش با تیم اومد ایران ولی برگشت. و یه فرقی که داشت با مثلا 2006 این بودش که ایوانوویچ در 2006 حتی با تیم نتونست برگرده سر مسابقات مقدمات جا جهانی. ولی به هر حال این به نظرم برخورد جوان خیلی برخورد خوبیه. بازی رو باختیم ولی دلها رو بردیم و واقعیش این هستش که در تمام تفسیرهایی که از مسابقات آسیایی شده از تیم ایران به عنوان تیم خوب یاد شده و حتی کسایی که خیلی ممکن بود میانه نداشته باشن از این صحبت کردن که غیر مترقبه بود و یک
اتفاق احساسی افتاد، تیم احساساتی شد و به هم خورد و اینا، به حال مجموعا معقول خوبی است. اون نگاه نظرسنجی هم که هستش در مورد ترامپ در حقیقت با شما هم عقیده است در مورد حرفای آقای ترامپ و اینکه مسیرهای عوض میشه. آقای ترامپ بعضی وقتا حرفای میزنه که نه سیاستمدارا، نه روزنامه‌نگارا، نه تحلیلگرا، هیچ کس نمیدونه چطوری تفسیر کنه. و اون داستان آخر اواخر هفته که در مورد ماموران اطلاعاتی آمریکا گفتن که ایران به تمام تعهداتش عمل کرده، آقای ترامپ هم گفت بریم بشینی سر کلاس درس دوباره تو مدرسه. بریم آفتاب یزد رو ببینیم. اینم در حقیقت حواشی فوتبال دیگه نیست، ولی این دفعه رفته سراغ تلویزیون. بله. یعنی صدا و سیما. بله، چون اتفاقاتی که تو تلویزیون افتاده خب دو تا وجه داره. یکی بار بعد از اینکه مسئول حراست سازمان منصوب شد به عنوان رئیس شبکه 3، اولین اتفاقی که توش افتاد اینکه آقای فردوسی پور از تو صحنه غایب شده توی این مسابقات که خیلی جالب بود، حتی یک مسابقه هم حضور نداشت. این از این طرف. از اون طرف هم یه عده خیابانی نمیپسندن و اصولشون سر رفته از سالهای طولانی موندن این بزرگوارا توی صحنه. حالا این گزارش که آفتابی از درست کرده میگه مشکل اصلی فردوسی پور خیابانی نیستند. از این گزارش این برمیاد که مشکل ساختاریه، مثل اون کسایی که معتقدن که مشکلی که تو زمین فوتبال اتفاق افتاد در مقابل ژاپن، این همون مشکلی است که تو جامعه ایران دائما اتفاق میفته. یعنی موقعی که مثلا پلیس جریمه میکنه کسی رو، او معترضه، یا مثلا موقعی که راهنمایی میاد دعوا میشه. حرف اصلی یادداشت اینه که این حرفا رو همیشه سالهای سال ما داریم میزنیم. این انتقادا به صدا و سیما هست، سیاستهای غلط هست، اینکه و عملا هم بهتر اینه که تلویزیون رو از انحصار، از این انحصار در بیاریم و اجازه بدیم که از این یه سری صداهای دیگه هم شنیده بشه. آره. که اونم فکر کنم آخرش نتیجه میگیره که اونم عملی نخواهد بود. یه نکته دیگه هم آقای بنت، من این پایین دیدم اینها افراد عادی نیستن، از مطلعی بود از ابراهیم نکو که داره اشاره میکنه که نه تنها نماینده های مجلسی که موافق FATF هستند دارن مسیج ها یا پیام های خیلی تهدیدآمیزی میگیرن و به قتل و اینا تهدید میشن، گفته که اظهارات تکان دهنده مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اینکه او نیز به عنوان عضو مجمع به واسطه موافقتش با لایحه پالرمو تهدید به قتل شده و بیانگر جدی شدن این موضوع. برای اینکه میگه اینا کسایی هستند که وقتی جرأت میکنن پیامک بفرستن، یعنی که خب یعنی مجمع تشخیص مصلحتی که مقام رهبر انتخابشون کرده اونها رو هم قبول ندارن که با هم بحث کنن، میگن همه شکل ماشید. بله. و این بحث خیلی بحث جدیه و همجد میگه که خب اینا که دیگه ماها نیستیم. که بریم روزنامه رسالت رو ببینیم. روزنامه رسالت آخر هفته بود، خب دیگه حالا خوردش به شروع ده روزه انقلاب و بنابراین در شماره آخر هفتهش آقای کاظم انبالویی سردبیر، حالا نمیدونم به ایشون رو باید بگیم سردبیر نه، چون الان سردبیر تعیین کردن آقای پیرادی رو، ولی به حال ایشون همچنان سرمقاله می نویسه حضور داره، لابد حالا باید بگیم مثلا مدیر آقای انبالویی رو. به حال ایشون چی نوشته بود؟ آقای انبالویی اصولا کلی از کارنامه 40 ساله انقلاب اسلامی تعریف کردن. نکته جالبش اینه که میگه که در صد، یعنی یکی از کارنامه ها، این کارنامه نشون میده که در صدر مخالفان و معارضان نظام مرفهین بیداد، اشراف و سرمایه دارانی هستند که در که سر در آخر سرویس های امنیتی آمریکا، اسرائیل و انگلیس دارن. بعد توضیح میدن که در این 40 سال کلی نهادهای به نوعی خیریه مثل کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مسکن، بنیاد جهاد سازندگی، بنیاد برکت، بنیاد شهید، همه اینا که خب شما میدونید که کلی حرف و حدیث در مورد همه این بنیادها هست. یعنی یه ور دیگه قصه هم داره که برای فقر و محرومیت و ریشه‌کن کردن فقر تلاش کردن و سالها سالیانه میلیاردها هزینه میشه که فقر رو ریشه‌کن کنن، در ضمن
دولت هم حمایتشون نکرده و دولت در به قول تجهیز کردن اینا نقشی نداشته، در حالی که در هر صورت اینا بودجه دارن دیگه. بله، حالا غیر از این امر، یعنی اگه فرض کنیم که بودجه هم نداشتن و فقط از محل خیرات و مبرات مردم اداره می‌شدن، این که شما بگید که انقلاب 8 تا نهاد بزرگ ملی درست کرد و باهاش فقر و محرومیت در سطح کلان تدبیر شد که میدونیم نشد. خود مطالب شما موقعی که راجع به دولت مینویسید هم نشون میده که نشده است. حالا در یک سال گذشته روزی نیست که در جایی از ایران اعتراضاتی مبنی بر وضعیت معیشتی و وضعیت بعد معیشتی نباشه. آمار نشون میده که نیست. خود بزرگان مملکت هم میگند، یعنی چیزی نیست که پنهان باشه. دوم اینکه این 8 تا نهاد بزرگ ملی که ایشون اسم میبره خیلی تصادفی است که همشون از ابتدا زیر نظر جناح راست که روزنامه رسالت منتشر میکنه بودن، هنوز هم هستن. بله. و بنابراین اینها رو به عنوان پیروزی های انقلاب آوردن نیست. غیر از اینکه مقاله دیگه ای هم بود توی صفحه اول، اون بغل اگه ملاحظه کرده باشین، آقای هدایتی نوشته بود که ثابت کردن که مدیریت نمیدانند، که باز دوباره همین بحث شایسته سالاری و اینا، و عملا حکایت این که دولت نمیداند خلاصه. بریم سراغ برگزیده ها و این کارتونی که از بزرگمهر حسین پور آوردین که کارتون جالبی هست. خب آقای احمد نژاد جزو توییت هایی که میکنه، حرف هایی که میزنه، تقاضای راهپیمایی که میکنه، مناظره که طلب میکنه، اینا حرکاتی است که به هر حال در غیاب دوستانشون که زندانن به هر حال این شعله روشن بمونه. تمام تحلیلگرا رو چی میگن؟ ما تو مبهوت کرده. بله. بله. در این فاصله ایشون یک عشق و حالی با مهندس بازرگان رفت به مد روز که الان مد مهندس بازرگان، و درباره خسرو گلسرخی هم حرف زد که به تعبیر بزرگمهر حسین پور سلفی میگیره با خسرو گلسرخی. بله. بریم ایران رو ببینیم، در واقع مجله ایران عصر. ایران عصر این که فاطمه معتمدآریا رو در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر نشون میده و حرف او رو که گفت متوقف نمیشویم و در حقیقت اونجا ایستاد و روشن بیان کرد که 40 سال سر کردن متوقف، فشاری که به هنرمنده اومده، و در حقیقت اون مثال رو به نظر من موقعی که میشنیدم خانم معتمدآریا شخصی نمیگفت، یعنی درباره خودش حرف نمیزد، گرچه در مورد خودش هم صدق میکنه، ولی داشت شکل و حال و وضع هنرمندان کشور رو میگفت که با انواع نماینده هست. بله. این حرف هم بعد از اینکه ایشون بیان کرد، خب غیر از اینکه سالن طبیعتاً جواب داد به ایشون، بعداً به خصوص روزنامه کیهان خیلی عصبانی شد، به طوری که مثلا یه آدم نزدیک مثل من پیر شده نزدیک 8 ساله به خانم معتمدآریا گفت پیر زن، یه ذره هم ادبیات کیهان دیگه. بله. خب بریم تاریخ اندیش. بله، تاریخ اندیش فصلنامه اختصاصی تاریخ. بله، این فقط راجع به تاریخ هست و چقدر خوبه و بیشتر هم افراد دانشگاهی هستند و شماره پای این شماره یکی شما دست دادیم در حقیقت، این شماره دومشه که برای پاییز در اومده، شماره بهارم در آورده بود، در رشت منتشر میشه، یعنی برای گیلان است و بیشتر یک نشریه دانشگاهی است. غیر از اینکه در دانشگاهی بودنش هم یه ذره به نظرم میرسه در شماره بعدیش یه ذره باید مثلا در این حروف و در صفحه بندی و استفاده از کاغذ و اینا یه ذره صرفه‌جویی کنند. بله. با شرایطی که وجود داره، اما مطالب همه مطالب دانشگاهی است، مقالاتی است که به درد دانشگاه میخوره، یه جاهایی هم خب خیلی مخاطب خاص باید داشته. بله، فقط به نظر میرسه دانشگاهی تاریخ خون هستن، فقط هم به گیلان اکتفا نکرده، یه سری هم به همسایه بغلی یعنی مازندران هم زده است و اونجا هم نیما رو میبینه، هم خلاصه در دورهای مختلف تاریخ. به نظرم میرسه در شماره بعد میتونه مجله مفیدتر و عمومیتری باشه. حالی بریم سراغ مجله ها و اندیشه پویا. خب اندیشه پویا با همون دردسر همیشگیمون رو هستیم و انبوهی مطالب
و این دفعه من نمیدونم تو یک ماه هم نمیشه تمام مطالب رو خوند. اما بله. اینکه فونت ریز بعد پر از مطالب نسبتاً سنگین و من معمولا در هر ماهی اندیشه پویا حتما یه هفته‌ای من میذاره سر کار تو راه که میرم و اینا تمام مدت میخونمش تا یه اتفاق برام میفته. تو 3-4 روز گذشتم تقریبا میشه گفت همش خوندم، ولی فکر میکنم که حتی گذرایم معمول نمیتونیم از همش بگذاریم. بذارین دو تا نکته از وسطشو انتخاب کنیم در خدمت شما. یکی اصلاح طلبان و خط بازرگان. یک مناظره ای درست کرده است بین آقای عباس عبدی و آقای تایزاده. آقای تایزاده گفتن که مهندس بازرگان پدر اصلاح طلبی ایران است و آقای عبدی گفته که نه، اینو قبول ندارم. اون اصلاح طلبی که ما بهش رسیدیم در حقیقت اون مضمونی نیست که مهندس مظهرش بود. بعد بامزه این است که این بحث رو موقع به عموم کشونده، اتفاقا بیشتر کسایی هم که موضوع این حرف قرار گرفتن، یعنی ازشون سوال شده و نظر اونها هم پرسیده شده که آیا با آقای عبدی موافقند یا اون طرف، اونا هم بیشترشون موافق بودن با آقای عبدی. آقای پرنجاتی گفته که موافق نیستم به این دلیل که مهندس بازرگان رو اصلاح طلب نمیدونم، بلکه به این دلیل که اصلاح طلبی ایرانی را پدیده چندرگه هایبرید میدونم و بنابراین مهندس. آقای صفای فرهانی هم معتقد است در این شک نیست که بازرگان سیاست مداری با تفکر و اصلاح طلبانه بود، اما شرایط پیچیده اون روزگار بهش اجازه نداد. آقای ابتهایی هم معتقده که بازرگان یکی از محترمترین شخصیت های سیاسی معاصره، اما راهی که او رفت با اصلاح طلبای بعد از 2 خرداد کاملا مغایر بود با هم دیگه. آقای حکمت هم طبیعتا این میگن، اما در مقابل کسایی که موافقند، آقای حق‌شناس هست که معتقده که او نماد تفکری در ابتدای انقلاب بوده و آقای زیبا کلام. حالا این حرف رو به طور کلی داشته باشید. آقای تاج‌زاده گفت ما ارجاع به بازرگان نمیدادیم و نمیدیم. واقعیت اینه که بازرگان در مجموع سنت و میراث ایدئولوژیک، استراتژیک و حتی تشکیلاتی خاصی از خودش به جا گذاشته. پس ما به چه اندیشه و مشی سیاسی و روش تشکیلاتی بازرگان باید ارجاع بدیم؟ بعد میگه پس بنابراین یکی از جاهایی هست که مشخصه باید به کجا ارجاع داد. و بنابراین بحث مهندس بازرگان این دفعه در اندیشه هنر از یه زاویه جدیدی مطرح شده. اندیشه پویا. اندیشه پویا ببخشید. اندیشه پویا از یه زاویه جدیدی اومده. یعنی از زاویه اینکه آیا اصلاح طلبی به تعبیری که مهندس بازرگان ازش صحبت میکرد همون اصلاح طلبی است که بعد از 2 خرداد اصلاح طلبانی که فعلا هم هستن ازش صحبت میکنن یا نه، یا اون مقدار، چون یه شباهت های با هم دارن، همشون رفتن زندان، اونا هم رفتن دوره پادشاهی زندان. ولی خب اصلا قیاسشون یه ذره برای من هم چیزه، برای اینکه دوره با دوره خیلی فرق میکنه. بله اون هم البته نمیگن که اینا با هم دیگه مشابهه. بلکه بیره. اما قسمت پرونده ویژه که در مورد انقلاب هست و 40 سال انقلاب موضوع مورد علاقه شما، در اونجا یک کاری کرده است مجله که کار بامزه است. این سوال رو پیش کشیده که این روشنفکرهای معمولا چپ ما در دوره انقلاب چرا انقدر این آتش رو تیز میکردند، آتش انقلاب رو به اصطلاح. و اونجا رفته است این رفته به اصطلاح تکیه هایی رو نقل کرده از همه، از آقای شاملو، از آقای دکتر پیمان، در اون دوران، در اون دوران، یعنی جمله هایی از بزرگواران از اون دوران، از آیندگان های اون چند تاشو میخونی؟ بعد با مزه است که، چون مثلا آقای شاملو گفته که این آقای مهندس بازرگان گوگولی مگولی فکستنی به درد همون انقلابای فکستنی میخوره، یعنی جوری این جمله ازش برمیادش که ایشون هم معتقده باید تندتر از این عمل بشه. بعضی هم خیلی صریح این حرف رو زدن، یعنی خیلی صریح گفتن که آقا این که انقلاب نشد باید انقلاب کرد. تازه این انقلاب نشد. آره، یعنی وقتی بازرگان بوده در اعتراض به بازرگان، یعنی میگفتن که چرا بازرگان گام به گام میره. این همون چیزیست که الان دیگه کسی به مهندس بازرگان نمیگه، الان دیگه همشون احترام بود و پذیرفته دارن، ولی در زمان خودش و یک کسای خیلی عزیز و محترمی مثل دکتر ناصر پاکدامن، مثل غلام حسین ساعدی، اینا یه حرفایی زدن که از توش بوی خون میاد. شاید خوبه که بگیم که بی بی سی فارسی هم کلی برنامه در این 10 روز داره.
برای 40 سالگی انقلاب مجله گفتگو رو ببینیم. فصلنامه است دیگه، بیادتون هستش که گفتگو معمولا همونطور که از اسمش پیداست، همونطور که بنیانگذارش آرزو ثقفی ایجاد کرد و همونطور که مراد ثقفی فرزندشون ادامه داده، نشریه خیلی جدی است با نگاه جامعه شناختی و به نظر من میرسه که بی سر صدا کارهای خیلی جالبی انجام میدن. همین الان که این شماره که دستمونه، مقدمه که آقای امیدی نوشته، واقعا مقدمه خوبی است، مقاله ویژه‌ای داره درباره سیاست‌های اجتماعی در ایران فاصله 1300 یعنی شروع رضا شاه تا 1380 یعنی 80 سال آره ببینید، و فوق‌العاده مطلب مطالعه شده، حساب شده، یه دقیق غیر قابل رد کردنی است. فوق‌العاده است. خیر از این که مطلبی که موضوع مطالعه خود آقای رضا ثقفی بوده، ببخشید مراد ثقفی بوده، جامعه تحقیر شده است. الان اتفاقا تیترش رو دیدم، اصلاحات و سیاست جامعه تأخیر شده. آره. من فقط این تیکه اول یعنی براتون بخونم، مشکلاتی که بعد از اعتراضات دیمای گذشته و تلاش‌های توأمان دولت‌های آمریکا، اسرائیل، عربستان در به انزوا کشوندن ایران رخ نموده، به چالش‌های قبلی کشور اضافه شده و اکنون به نحوی مستمر صحنه سیاسی اقتصادی کشور رو با مسائل عدیده‌ای روبرو کرده. تقریبا همه مسئولا هم از دولتی و مدنی و لشکری و کشوری رو به واکنش واداشته. با این همه و علارغم طرح‌های متعددی که برای رفع این مشکلات مطرح شده، بعضی هم اجرایی شده، شواهد حکایت از آن دارد که هیچ کدام نتوانستند از دامنه آسیب‌ها بکاهند. این شروع این مطالعه است و این مطالعه وسیع است که در این شماره هم به نظرم تمام نشده است و قصد ادامه دادنش دارم. به نظرم یکی از چیزایی است به مطالعات تحقیقاتی که باقی میمونه، شماره پروپیمون است. یه چیزی که من توی این داستان جلیق زردای فرانسه میدیدم، کلی مقاله و تحلیل و اینا بود و همیشه فکر میکردم حیف که روزنامه ها انقدر نمیرن عمیق سراغ این ماجرا، و خب میبینیم که خیلی وقتا در مجله ها این رو جبران میکنن و میرن سراغش. کاملا درسته. بریم مجله تندیس رو ببینیم. تندیس یادتون هست که قطعش دو برابر بود، یادتونی الان همه دارن اینطوری کوچولو میشن، نصف میشن، و به نظرم سعی بلیغی میکنن همشون از ابتدا تا انتها که کیفیتشون رو حفظ کنن. الان تندیس سایت خوبی هم داره و اینا که در این موضوع، یعنی تندیس خوب میدونه، از اسمش پیداست که بیشتر به مجسمه میرسه ولی به نقاشی هم بی‌توجه نیست. اولش یه یادداشتی گذاشته که به ما یادآوری میکنه دو سال نامه مجسمه‌های شهری برپا شده، و این خیلی معمولا تو خبرهای سیاسی و اجتماعی اینا گم میشه اینا چیزا، در حالی که خیلی مهمه که ما بدونیم که اصولا به اصطلاح اندازه پتانسیل هنرمندای مجسمه ساز ما یا این همه دانشجو که داریم چقدره، و واقعا از تو اینا میفهمیم که خیلی زیاده، تنوعش فوق العاده است، گرچه که ممکنه توش مثلا فرض کن مور پیدا نشه یا تناولی پیدا نشه. خب طبیعتا باید چند سالی بگذره تا این اتفاقات بیفته. این موجای مربوط به مجسمه شهر الان اینجا میبینم که پژوهش و مجسمه سازی یه موضوعی است. تو همین بیانیه در حاشیه‌اش یک جلسه درست کردن و تو اون درباره این صحبت کردن که این پژوهش با این مجسمه ها ارتباطش چیه و چه جوری میتونه کار بکنه. به نظر من تندیس دست کم تو این شماره کیفیت خودشو از دست نداده با وجود اینکه قدش کوچیک شده. حالا البته این که قد قوارم بد نیست، راحت‌تر تو دست جا میگیره. بله الان توی دنیا هم بذاره معموله. خب کارتون آخر برگردیم به ورزش. حالا از بیقانون واکنش های خیلی خوبه. مدیر روابط عمومی وزارت ورزش گویا گفته که کلی مربی پشت در هستن و صف هستن که بیان به جای آقای کیروش، نوشته و بعد گفته که زیدان، مورینیو و کلینزمن در صف مذاکره با ایرانن. زیدان میگه خود داداش هل نده، زشت جلو ایرانی ها. زیدان داره به مورینو میگه در حقیقت. اینا صف در جلو در فدراسیون فوتبال. توی با این موضوع خیلی کار شد. یه فوتو مونتاژی هم درست شده بود. اونم خیلی بانمک بود، از یه صف مثلا مال مواد خوراکی و اینا مال زمان جنگ مثلا، بعد اون چهره رو عوض کرد بود، جاش این آدمای خیلی معروف دنیا رو گذاشته بود که زیدان پرید از اون بالا داشت میرفت یکی از زیر میرفت اینا. با نمک محمد رضا سودوده تو جان سنت همین موضوع رو پیش کشیده. تیتر مقالش هم زده دو 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 ژاپن.
میگه که تیم ملی به ژاپن باخت، عده‌ای معتقدن تیم ملی ایران به ایرونیا باخته، به ایرونی بودنش باخته، عده هم معتقدن به ژاپن باخته. میگه من معتقدم به هر دوتاشون باخته. وقتی که ما هنوز به اونجا نرسیدیم که وسط بازی به جای اینکه داور رو 5 نفری محاصره کنیم باید بازیکن حریف رو بگیریم، اگه بازی رو ببرن جای تعجب نداره. اما سوال من اینه که چرا ما باید ژاپن رو با اون همه علم و فرهنگ و پیشینه و دموکراسی و سرمایه گذاری در فوتبال ببریم؟ اصلا چرا باید میبردیم؟ فدراسیون فوتبال درست داریم، خونش پای خودش نویسنده، لیگ حرفه‌ای داریم، چمن خوب داریم، فوتبال پای قوی داریم، تنها چیزی که داریم بازیکنان است که وقتی خطا میکنن سمت داور هجوم میبرن. ما حالا باید به ژاپن ببازیم. آقای سعوده نوشته چون انصاف نیست که ژاپن با اون سیستم و اون مدیریت پاک، متخصص، تعهد و حرفه‌ای با اون همه تویوتا و لکسوس و سونی و پاناسونیک و اینا بیاد به ما ببازه. اون کسی که باید ببازه ما ایم که گزارشگرانمون خودشون رو به سامانه‌های پیامکی و فدراسیون فوتبال مدیران تلویزیون وصل کردن و مطلب از این تندتر البته در قالب طنز. بله کاملا مشخص بود. ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما. مثل همیشه تمام راه تماس ما برای شما بازه. نظراتتون و انتقاداتتون درباره برنامه‌های بی بی سی فارسی رو حتما برامون بنویسید. راه تماس رو دارید روی صفحه تلویزیون می‌بینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما با آدرس @bbc شما یا با آدرس توییتر bbc دیدبان بفرستید. از طرف خودم آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی می‌کنم. تا هفته آینده شب و روزتون خوش.